عشق از آینه پرسید مرا میبینی؟ پاسخش داد که نه، چون تو را در دیگران باید دید، در نگاه دیگران باید یافت. عرض ادب دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم. اجازه بدید که از نگاه دکتر نوریالا بریم به گذشته و نگاه بکنیم به سیر تطور و تحول در شعر و ادب و فرهنگ و همینطور جامعه روشنفکری ما، طرز فکرش. دکتر نوریالا درود بر شما. خدمت شما سلام میکنم و خدمت همکاران و بینندگان برنامه. حال شما خوبه؟ کماکان در سفرید؟ بله؟ بله. امیدواریم به شما خوش بگذره. خب، بار گذشته دکتر نوریالا رسیدیم به مفهوم شعر که علل اصول میخوام ببینم که نظر شما در این باره چیه. بندم عرض کردم خدمت شما که شاید این روشی که شما داشتید، یعنی کشتن سیم خاردار در دو صفحه نشریه فردوسی، انتخاب شعرها به گزینه خودتون، شاید خودش یه نوع به اصطلاح ترویج شعر بخشنامه ای باشه. این اعتراض من بود که مواجه شد با اعتراض متقابل شما. حالا گوش میکنیم به توضیحات شما. من عرض کنم که فکر میکنم اصولا بخشنامه وقتی نوشته میشه که یه روندی، یه فرگشتی خودشو تثبیت کرده باشه. نمیشود اول بخشنامه کرد بعد کار در انجام دادن. همیشه بین مقام منتقد شعر و نظریه پرداز شعری یک فاصله میگذارم و اعتقادم بر اینه که منتقدین شعر برای اینکه خوب و بد یک شعری رو عرض کنم ارزیابی بکنن، ناگزیرن که معیارهایی داشته باشن. درست. و این معیارها به وسیله نظریه پردازان شعری هست که ارائه میشه، اما خود اون نظریه پردازان شعری هم خوابنما نمیشن که بگن از فردا باید این گونه شعر گفت، بلکه میاین نگاه میکنن که در فضای تولیدات هنری چه روندها و فرگشتهایی در حال شکل‌گیری هستند، سعی میکنند که خطوط منطقی اونها رو بیرون بکشن و تبدیلشون بکنن به عرض کنم که تئوری شعر، نظریه شعر، و بعد اون تئوری رو بدن دست منتقدین که منتقدین برن و نقد بکنن کار شعری رو. کنجکاوی که ما در آغاز دهه 50 در مجله فردوسی داشتیم کشف فرایندها و روندهایی بودش که در داخل شعر جوان ایران داشت اتفاق میافتاد. ولی به سلیقه شما به سلیقه من، اگر که بگیریم که با فیلتر من من فقط حرفم این بودش که کسی شاعری که خودش رو تثبیت کرده و میشناسنش بره در صفحات دیگر شعرش رو چاپ بکنه. ما شاعران ناشناس و تازه کاری رو که کارهای جدیدی رو دارن ارائه میدن رو عرضه میکنیم. البته بنده به عنوان یک معلم ادبیات که در دانشگاه تهران هم همون موقع تدریس میکردم، خوب و بد مثلا زبانی رو که به کار میبردن، چون این جوان ها به هر حال از لحاظ زبان، از لحاظ فارسی، از لحاظ سینتکس زبان دچار نوساناتی بود کارشون، من سعی میکردم که یه خود مثلا دستکاری بکنم و غیره. اما اون فرص نوآوری که در درون این شعرها بود متعلق به اونها بود و من تلاش میکردم که اون رو بیرون بکشم و بگذارمش در یک گفتمان یا یه دیالوگ دموکراتیک. ما دو سه تا ستونمون اختصاص به بحث ها داشت. مثلا بنده می نوشتم که من شعر آقای میرزا آقای عسکری مانی رو که جوانی بود و از کرموشاه شعر می فرستاد اون موقع، این رو من اعتقاد دارم که این نقاط قوتشه، این نقاط ضعفشه. یکی دیگه بود شاهرخ داشت ها؟ بله؟ یک شاگرد دیگر می داشتید به نام شاهرخ داشت که شعرهای خیلی خوبی می گفت. شهرام. بله. و بعد هم ما روزهای پنجشنبه در مجله فردوسی آقای عباس پهلوان
مجله رو گذاشته بود در اختیار این شعرهای جوانی که از جاهای مختلف ایران می آمدن، می دونستن پنج شنبه اگر بیان در اونجا بحث است. می نشستیم و با هم بحث می کردیم راجع به این که عرض کنم که ببینید اگر می خواهید بگید بخشنامه باید باز بریم سراغ اون طایفه. نه من جسارتم چون خود تو گفتی سیم خاردار، من رفتم یه لفظ محترم نه من گفتم عباس پهلوان گفتش که ما دور این سیم خاردار میکشیم که شاعرهای جا افتاده نتونن بیان این صفحات رو تصرف کنن، اینو میذاریم برای جوانان. اما در همون موقع مثلا شما میبینید که آقای یدالله رویایی و چند تا از شعرهای دیگر که یک مکتبی رو درست کرده بودن به نام شعر حجم، حتی مانیفست شعر حجم منتشر کردن، یعنی بخشنامه کردن که آقا مایی که خودمون رو شاعر حجم میدانیم این گونه شعر میگوییم. ما همچی کاری رو در کارگاه شعر نمی کردیم. ما در جستجوی این بودیم که ببینیم یه جوانی که آمده است وسط و داره نوآوری میکنه، این نوآوری هاش رو به کدام سو داره. خب دکتر رویار ببخشید این مثلا، من خب بارها نشست و برخاست داشتم با یدالله رویایی، خیلی دوستش دارم، ولی هنوز هم متوجه نشدم که شعر حجم شنو شعریه. ممکنه شما به توضیح بدی؟ با اینکه خودش بارها برام توضیح داده، لابد من خیلی کنذهن بودم و موفق نشدم بالاخره دریافت بکنم وقتی میگن شعر حجم مفهوم چیه. خب اینم باز یه نوع روش بخشنامگی دیگه. چرا شعرها رو با نمیخواستیم بگذاریم آزاد باشن، هر کی کار خودشو بکنه؟ و تشخیص با مردم بود دیگه، تشخیص شعر بد کدامه، شعر خوب کدامه. ببینید من هرگز جزء شعر حجم نبودم، مبلغ شعر حجم نبودم. چی میگفتن اینا؟ بگید شما توضیح بدید. چی فرمودید؟ میگم شما توضیح بدید ببینم شما دریافتتون چی بود از شعر. من چندین مقاله هم در رد شعر حجم نوشتم، بنابراین من سخنگوی شعر حجم نیستم، منتقد شعر حجم هستم و فکر میکنم که یک جریان انحرافی بودش که حد اکثرش هم به دو سه نفر شاعر بسنده کرد و بعدم فرو مرد و از بین رفت. مسئله در این بود که این شعرا به خصوص آقای رویایی قصدشون این بود که در مقابل شعر سیاسی یک شعر غیر سیاسی درست بکنه و در این حال در مقابل مذهبیون یک شعر عرفانی رو ارائه بدن، یعنی یک شمشیر دولبهی رو میخواستن بسازن و آمدن اسمشو گذاشتن شعر حجم. علت این که شعر حجم گذاشتن هم این بود که میگفتند که شعرهای گذشته ما دارای دو بعد هستند، اما ما یک بعد سومی رو داریم اضافه میکنیم به شعر که اون عرض کنم همون گرایش عرفانی بود، که در نتیجه وقتی یک چیزی سه بعدی شد حجم پیدا میکنه، به جایی که سطح پیدا کنه حجم پیدا میکنه. اسمش هم اسپاستالمیز یا همچی چیزی هم گذاشتن، یعنی فضاگرایی یا فضامداری. همه حرف این بودش که ما در مقابل شعر مذهبی، شعر سیاسی، شعر عرفانی رو میخواییم زنده بکنیم و جهش هایی که میکنیم جهش هاییست که نو هست و در واقع از هندسه کمک گرفته بودن برای اینکه برای مکتب خودشون اسم شعر حجم بزن. من این رو به تفصیل همه زوایاش رو در کتاب خودم به نام تئوری شعر که شاید مثلا 20 سال پیش در لندن منتشرش کردم، تمام این زوایای کار رو از درون مانیفست اونها بیرون کشیدم. به نظر من بیشتر یک شعبده بازی. رویایی شاعر خیلی خوبیه، من رویایی رو بسیار دوست دارم، ولی رویایی در حوزه نظریه پردازی شعر بیشتر شعبده بازی میکرد تا شعر بگه، هرچند که شعبده بازی هاش به خود شعرش هم کشید. یعنی شما مثلا منظومه دریایی های رویایی رو مقایسه بکنید با مجموعه دلتنگی هاش میبینید. این آقای میبودی خیلی چیز جالبیه که ما پس از انقلاب اولین مکتب شعری که پیش آمد
مکتبی بود که اسم خودش رو گذاشته بود شعر مفهوم گریز، یعنی میگفتش که شعر با مفاهیم کار نمیکنه و محل انتقال مفاهیم نیست و شعری خوب است که از مفهوم ها بگریزد. به نظر من، یعنی حتی مثلا نقد هایی که اون موقع تو مجله آدینه و اینها نوشته میشد در دهه 1360 و تا نیمه های 1370، اینها همه حرفشون این بودش که شعر اصلا نباید رابطه مفهومی و عرض کنم که پرسش و پاسخی با خواننده خودش برقرار کنه و با به کار بردن این معیار مثلا شاعرانی مثل شاملو رو رد میکردن، میگفتن شعر شاملو معنی داره، در حالی که شعر نباید معنی داشته باشه. شعر باید فرای معنا عرض کنم که نظر شاعر رو انتقال بده. من فکر میکنم که همه اینها ناشی از اون انحرافاتی بود که شعر حجم قبل از عرض کنم که انقلاب به وجود آورد و پس از انقلاب خفقان سیاسی که پیش آمد یک دلیل جدیدتری رو به شاعران داد که از بیان افکار خودشون تن بزنن، خودداری بکنن که مبادا گیر ماموران وزارت اطلاعات و نمیدونم لباس شخصی ها نیفتن. ما چندین شاعر بسیار درخشان دوره کارگاه شعر رو من میشناسم که پس از انقلاب به زندان افتادن، شکنجه شدن، عرض کنم که بعدشون به مواد مخدر پناه بردن و نابود شدن. به هر حال بعد از انقلاب؟ بله بعد از انقلاب؟ بعد از انقلاب. بعد از انقلاب میفهمون. البته جای یدالله خاری ها، جای یدالله رویایی کاشون هم بود در این بحث شرکت میکرد. بله بفهم. بله من البته هیچ ابایی ندارم، برای که همه این نظرات رو من هم در یک بار من و ایشون در یک کنفرانس شاعرانی بودش در سوئد که شاعران همه ملت ها رو دعوت میکردن، بنده و ایشون رو دعوت کرده بودن، فکر میکنم که سال یعنی مثلا 22 سال پیش بودش. ما در اونجا در محضر ایرانی ها و فرنگی هایی که آمده بودن اصلا این بحث رو به مناظره گذاشتیم. من الان روی سایت شخصی خودمان که اگر که کسی میل داشته باشه بره، در اونجا من بخشی از اون مناظره ها رو نقل کردم و گذاشتم اونجا. و اینه که پشت سر کسی بر حرف نمیزنه. نه 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 میدونم، نه میگم کاش بوده، جاش خالیست، جاش خالیست، جاش خالیه. تو چون روی الان راجب شعرهای سیاسی بعد از انقلاب چه بگید؟ مثلا این مجموعه اشعاری که اغلب میشنویم هم در ایران هم جلسات شعری هست، در رادیو تلویزیون هم پخش میشه، لیدا صدیقی است، هیلدا سقیدی است، نمیدونم آقای بادکوبه‌ای، بقیه هستن. درباره این شعرهای سیاسی بعد از انقلاب چی میگی؟ عرض بکنم ما بعد از انقلاب تنها جریان مسلطی که پیش آمد جریان بازگشت به شعر کلاسیک بود و درش دیگه نوآوری صورت نمیگرفت. شعر کلاسیک هم فقط در اون حدی که بتونه رسانای انتقادات ملیح و نمیدونم بیان حالی باشه، احتمالاً طنز سیاسی مثلا بالا گرفت. من اونها رو اصلا از مقوله شعر جدی نمیدونم که بتونم. انتقادات ملیح هم نبوده ها، گاهی خیلی برنده بود، خیلی تند و تیز. به نظر من این چیز شعر نیستم. نیست. ولی خب در گذشته شما معترضید که چرا مثلا موج شعر حج پدید آمد برای دفع اشعار سیاسی؟ من اینطور فکر می‌کنم، یعنی آقای رویایی عرض کنم که از شاعرانی بود که پس از رفتن از وزارت اقتصاد به سازمان رادیو تلویزیون، بله، در واقع اینم باز یه بحثیه که در داخل کانون نویسندگان ایران پیش آمد و من شرحش رو در مقالاتی نوشتم که یک دعوایی بودش بین وزارت فرهنگ و هنر و تلویزیون، یعنی آقای پهلود یه ور، آقای قطبی یک ور، و این دوتا هر کدومشون میخواستن که عرض کنم که مرکز عالم هنر باشن.
آقای پهلوی و دستگاه آقای پهلوی استطاعت چندانی در این زمینه نداشتن و بیشتر باز به شعر کلاسیک و نویسندگان و شاعران کلاسیک عنایت داشتن. اما آقای قطبی به کمک آقای یدالله رویایی و ایجاد جشن هنر شیراز نوعی هنر ابستره رو در ایران عرض کنم که بست میدادن و در نتیجه پشت سر این ماجرا هم به نظر من یک معنای سیاسی وجود داشته. خب این کار بدی بود یا کار خوبی بود روی هم رفته؟ کار درستی بود یا کار نادرستی بود به نظر شما؟ مثلا کاری که قطبی میکرد در تلویزیون به همراهی جمعی از شعرا مثل آقای منوچهر آتشی که در مجله تماشا بود، خود یدالله رویایی، داوود رشیدی رفته بود و تئاتر تلویزیون رو اداره میکرد. البته همینطور که شما گفتید چهرهای قدیمی کماکان در وزارت فرهنگ در کنار آقای پهلوی بودن، یعنی اونها یه راه دیگه رفتن تلویزیون و یه راه نوعی رو طی کرد. کدوم یک رو بیشتر میپسندیدید؟ ببینید اگر که ما بحث خودمون رو گسترش بدیم در زمینه هنرها صحبت بکنیم، به نظر من یه مقوله است. در زمینه شعر به خصوص مقوله دیگری است. من فکر میکنم که در رادیو تلویزیون ایران شعر نزجی نگرفت و در واقع تبدیل شد به یک عنصر آنتی سوشال، ضد اجتماعی. مثلا کار اخوان ثالث هم تو همین مایه توی چهار دیواری چون در تلویزیون برنامه داشتشون اخوان ثالث، منوچهر محجوبی، بخشید منوچهر اخوان ثالث؟ نه آتشی و ثالث، اینها دیگه شاعرانی نیومده نبودن که آمده باشن نوآوری بکنن. اینا کارمندای وزارت سازمان رادیو تلویزیون بودن. بیچاره مثلا آتشی رو حتی مجبور کردن که مثلا در مورد رضا شاه هم یه قصیده بگه، یه شعری بگه، در حالی که خب این امتناع وجود داشت در بین شاعران دیگه و همین موجب شد که پس از انقلاب وقتی که قانون نویسندگان دو مرتبه احیا شد و به کار افتاد، مثلا منوچهر آتشی رو یا حتی دوست ارجمند من نادر نادرپور رو دعوت نکردن که بیاد، برای اینکه اینا رفته بودن با اون دستگاه کار میکردن، ولی اونها تأثیری در جریان هنر و شعر نداشتن. شما از کار اونها دفاع نکردی؟ از چی؟ از کار اونها دفاع نکردی؟ بالاخره حق داشتن، انسان بوده، در یه دوره تصور میکرده که این کاری که انجام میده درسته. بعد از انقلاب دوستان ما در کانون نویسندگان بودن، اینا رو دفع کردن به خاطر سوابقش. و ما چه طبقه از حکومت ها داریم؟ من به شدت با این مسئله در کانون نویسندگان جدیدی که درست شد عرض کنم که مخالفت کردم و بعد از یه دو ماهی هم اصلا استعفا دادم. خب چقدر خوب. دیگه بعد از سال 58 هرگز عضو کانون نویسندگان نبودم. نفس راحت کشیدم. خودم جزو 9 نفر بنیانگذار کانون نویسندگان بودم، ولی به خاطر تسلط چپ افراطی و به کار بردن ضابطه های غیر هنری و غیر ادبی من اصلا استفاده دادم آدم بیرون. من یادمه که اون شبی که توده ای ها رو از کانون نویسندگان اخراج کردن، من به این کار اعتراض داشتم و می گفتم که شما نمیتونید یک نویسنده ای مثل بهازین رو به خاطر اینکه عقاید مخالف شما داره از این کانون بیرون بکنید. درست. رئیس جلسه مرحوم سعید سلطانپور بود که میدونید یک سال بعدش هم از سر سفره عروسی برداشتن بردنش و تیربارانش کردن، یعنی جزو شهدای روشنفکری ما محسوب میشن. ایشون برگشت به من گفتش که شما فکر نکنید که کار ما به اخراج بهازین خاتمه پیدا میکنه، این کانون باید تصفیه بشه. یعنی یهو در هیبت ژدانوف ایشون زور کرد و انگشتشو به طرف من گرفته بود و گفت ما این قانون رو عرض کنم که تصفیه خواهیم کرد. من هرگز فکر نمی کردم که قانون نویسندگان ایران به یک چنین مذلتی دوچار بشه، ولی شد. حالا دور سومش البته
کسانی مثل دولت آبادی و گلشیری آمدن وسط و دوره سوم کار نویسندگان یه خورده به اصطلاح فرنگی ها ملوتر و رقیقتر شد، ولی در آستانه انقلاب اصلا جز شما وارد کانون نویسندگان که می شدید انگار که وارد مثلا حزب کمونیست ایران شده اید که حالا یه بخش ادبی هم داره. موضع شاملو چی بود؟ موضع شاملو در کانون اون زمان؟ شاملو موضعش به نظر بنده این بود که خب اون با انقلاب اسلامی موافق نبود و فکر میکرد که توده ایها با تقویت انقلاب اسلامی در واقع دارن به جریان روشنفکری ایران از کنم که لطمه میزنن، خیانت میکنن حتی، و به همین دلیل او خودش جزو اون سردمدارانی بودش که موافقت کرد با اخراج 5 تن نویسنده توده ای از کانون نویسندگان. شما فکر کنید هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی، محمود اعتمادزاده، اینا اسمای کوچیکی نبودن درسته. که بیان از یک کانون نویسندگان اخراجشون بکنن، به خاطر اینکه اونها میگفتن که ما این از این انقلاب خوشمون میاد، میخوایم که مثلا در راه این انقلاب شعر بگیم. یعنی مسئله ایدئولوژیک بود. من شاملو شاعر بزرگی، شاید بعد از حافظ ما شاعری به عظمت شاملو نداشتیم در حوزه ادبیاتمون، اما از نظر سیاسی به هر حال این سنت حذف دگراندیش در او هم وجود داشتش به نظر من. خب توقع ما از حکومت ها چیه واقعا؟ وقتی ما با من روشنفکر، کسانی که به هر حال آشنایی داریم با نوع زندگی انسان امروز روز، سیستم های سیاسی رو میشناسیم، وقتی خود ما معترض هستیم به حکومت ها، اما دقیقا همون عمله به مثل میکنیم، خب چه تفاوت بین ما با اوناست؟ کاملا درست میفرمایید. این مسئله یک مسئله فرهنگیه، این ربطی به اشخاص نداره. فرهنگ ما یک فرهنگ استبداد بنیاد بوده، عدم تساهل، عدم اجازه دادن به تکثر در فرهنگ ما نهادینه شده و سالها طول میکشه که اینها حل و فصل بشه. اما من اعتقادم به اینه که ما نباید فکر کنیم به قول فرنگی ها از گراسروت شروع کنیم، یعنی که فکر کنیم که مردم اول آمادگی پیدا میکنن مثلا بعد بهشون دموکراسی بدیم. درست. من فکر میکنم که مسئولیت کسانی که در مصادر قدرت نشستن خیلی بیشتر از آدم عادی توی خیابونه. به قول میگن که اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، در آورند غلامان او درخت از بیخ. طبعا. به نظر من اگر که رهبران مصلحی در جامعه پیدا بشن، شما این نمونهش رو مثلا توی هندوستان میبینید، توی افریقای جنوبی میبینید، توی چکسلواکی میبینید، اینها رهبرانی هستند که به انسان مداری، به آزادی، به دموکراسی اعتقاد دارن و وقتی که در موضع قدرت قرار میگیرن میتونن کل جامعه خودشون رو تحت تأثیر قرار بدن. ما متاسفانه از وجود چنین رهبرانی محروم بودیم. من لااقل تو زندگی خودم بر نخوردم جز در لحظاتی. حالا البته اسطوره هایی درست شده که مثلا دکتر مصدق اون کسی بود که میتونست مثلا ایران رو به دموکراسی برسونه. من چنین اعتقادی رو ندارم و فکر میکنم که اتفاقا دکتر مصدق هیچ برنامه برای ایران نداشت جز ملی کردن صنعت نفت و بعد موندن توش. هیچ برنامه‌ای برای دموکراتیزه کردن ایران نداشت نظرم. و در نتیجه ما هنوزم این کمبود رو داریم. کمبود رو داریم. دوتون ریالا، اون زمان مقام سکولاریسم در میان روشنفکران کجا بود؟ از در واقع از چه ارزشی برخوردار بود؟ اصلا به نظر میرسه که هیچ کس علاقه نداشت حتی نزدیک بشه به این مفهوم، چون همه بعدشون نمیامد از اینکه یک نظام مذهبی بالاخره تو ایران روی کار بیاد. ندیدم کسی بیسته و محکم و جز تک و توک اینجا اونجا. میتونید توضیح کنید برای علتش چی بوده؟ من در حد درک خودم میتونم خدمتتون عرض بکنم که
ما مشکلمون با سکولاریسم نبود، مشکل ما با دموکراسی بود. یعنی اینکه خب اعضای مثلا حزب توده که نمیگفتن که ما مذهبی هستیم، اونا به تبع خودشون رو سکولار نشون میدادن، یا روشنفکران دست راستی ما که باز با مذهب مخالف بودن، عرض کنم که خودشون رو سکولار میدونستن. کسی مثلا ما تمام سازمان برنامه رو که من نگاه میکنم که 14 سال از عمرم رو اون تو گذروندم، من کمتر به عناصر مثلا مذهبی برخورده بودم. مسئله این است که اعتقاد به سکولاریسم هیچ تضمینی برای برقراری دموکراسی نداره. شما نگاه بکنید که صدام حسین هم سکولار بود، آتاتورک هم سکولار بود، رضا شاه هم سکولار بود، محمد رضا شاه هم سکولار بود، نمیدونم حسنی مبارک هم سکولار بود، حافظ اسد. ولی مشکل در این بودش که اینها نمی آمدن سکولاریسم رو به عنوان موتور محرکه دموکراسی به کار برن. به همین دلیل الان 4 سال 5 ساله که من تمام تلاشم رو دارم میکنم برای اینکه از سکولار دموکراسی صحبت کنم. هی به من میگن که آه خب وقتی که میگی دموکراسی سکولاریسم هم توش هست، چرا هی میگی سکولار دموکراسی؟ خب بگو دموکراسی. من میگم نه، ما مشکلمون اینه که دموکراسی رو بدون سکولاریسم درک میکنیم، میشیم چپ هامون، یا اینکه سکولاریسم رو بدون دموکراسی درک میکنیم. این مشکل اصلی ما به نظر من بوده، وگرنه من تا اونجایی که به یاد دارم در اون جهان روشنفکری که من چرخیدم، من حتی آل احمد، من به آل احمد خیلی نزدیک بودم بر اثر قانون نویسندگان. آل احمد اصلا مذهبی نبود، حالا رفته بود پیدا کرده بودش که نه شرقی نه غربی، برگردیم به اصل خودمون. حالا شریعتی خب مذهبی بود، نمازی میخوند و غیره، ولی آل احمد تا آخری که من دیدمش، من خیلی شبها رو در منزل او میرفتیم میشستیم صحبت میکردیم، این همیشه بط رو مشروعش جلوش بود و میخورد و اصلا دین و ایمانی نداشتش. ولی اینها درک، من تنها آدمی رو دیدم که درک ارتباط بین سکولاریسم و دموکراسی رو داشت، خلیل ملکی بود. خلیل ملکی معتقد بود بر اینکه سکولاریسم رو فقط می شود به وسیله دموکراسی مهار کرد، وگرنه ممکنه که شما مذهب رو از سطح جامعه، از سطح قدرت پرتش بکنید بیرون، همان گونه که در شوروی کردن، در جای دیگه، اما رفتن مذهب از حکومت بیرون هیچ تضمینی برای برقراری دموکراسی نداره. شما باید سکولاریسم رو به عنوان چتری استفاده کنید در یک فضای دموکراتی که زیر اون چتر تکثرگرایی بتونه رشد بکنه، وگرنه شما برمیدارید مذهب رو میذارید کنار، میگید پس ما سکولار هستیم، اما به جاش چیکار میکنید؟ میاد ایدئولوژی نازیسم رو، فاشیسم رو، استالینیسم رو، لنینیسم رو، اینها همه مذهب هستن، هیچ فرق ندارن با هم. حالا یکیشون به آسمان معتقده، یکیشون به زمین معتقده. شما به محض اینکه سکولاریسم رو برای آوردن یک ایدئولوژی و جانشین کردنش با مذهب به کار ببرید، نتیجه استبداده. هیچگاه ما به دموکراسی نمی‌رسیم. این مشکل ما بود. ما در بحث های عرض کنم که چپ های خودمون از بیژن جزنی گرفته به این ور، شما هرگز نوسیون ها یا مفاهیم دموکراتیک رو نمیبینید که مطرح میشه. درست. اما مذهب تعلیات توده هاست، باید مثلا هرچی هم آخوند ریشیشو بتراشیم و سیبیلشو بتراشیم، اما بلافاصله کاری که میکنیم اینه که میریم یه ایدئولوژی میسازیم، میاریم اون جانشینه این میکنیم و دموکراسی رو از در بیرون میکنیم. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. فوق‌العاده گفتگو با آقای دکتر نوری‌علا، هم همیشه آموزنده است، هم به نظرم خیلی جالبه، مخصوصا برای نسلی که اون دوران رو تجربه نکرده و ندیده. این گفتگو رو پی میگیریم. دوستانیم اگه پرسشی داشته باشن با کمال میل حتما بنده اونها رو در اختیار آقای دکتر نوری‌علا قرار خواهم. دکتر نوری‌علا خیلی تشکر میکنم، سفر خوبی براتون آرزو دارم، تا دیدار دیگر و گفتگوی دیگر، موافقید؟ هم
هستم در خدمتتون، اگر عمری بود این کار رو ادامه میدم. سایه شما بلند. خداحافظ شما عمیانان عزیزم. امیر درخشان، خیلی تشکر میکنم از اینکه برنامه رو به خوبی هدایت کرد.